شاه جهان، شاه دادگر، پسر کمبوجیه. آنگاه که بدون جنگ و پیکار به بابل در آمدم، همه مردم مرا با شادمانی پذیرفتند. نگذاشتم رنج آزاری به مردم این سرزمین وارد آید. من پرده‌داری را برانداختم، فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند. شهرهای ویران را آباد کردم و مردمان آواره را به خانه های خود بازگرداندم. من جامعه ای آرام مهیا ساختم و صلح و آرامش را برای همگان برمغان آوردم. خدمت بینندگان عزیز و مثل همیشه تشکری دارم از مدیران برنامه آقای هوشیار نژاد و همسر عزیزشون، خانم مریم در اتاق فرمان و جناب ربای نورانی که زحمت کشن و از راه دور تشریف میارن برای اجرای برنامه. قبل از اینکه به چند تا مطلب اشاره بکنم، یک تلفنی داشتم از برنامه قبلی من که یک جناب آقای از یکی از استیتای دیگه تلفن کرده بودن که ما چرا به جای اینکه از کشور اسرائیل دفاع بکنیم بهشون ما ایراد میگیریم. جواب من به این دوست عزیزمون که احتمالا خودشون هم کلمی از سنت مطمئن نیستم، شاید هم مسلمانن، چون ما اصلا نپرسیدیم که مذهبشون چی هست، ولی من خودم میگم من خودم در خانواده کلمی به دنیا آمدم و در آمریکا زندگی میکنم، مدت 50 سال هستش و زیاد خودم واقعا اصلا کاری به دین ندارم و به قول یکی از بیمارایی که من چند وقتی پیش ازش پرسیدم دین چی هستش، گفتش که دین من عشق، راستی، درستی و محبت و انسانیت، این دین من. حتی ایشون خودشون مسلمان بودن. واقعا من انقدر با صحبت کردم خیلی لذت بردم، گفتم بیا تو برنامه من، انقدر که تو قشنگ صحبت میکنی. گفت نه، من ممکنه بخوام برگردم ایران، نمیخوام که کسی صدای منو بشنوه چون خیلی میرم ایران رو برمیدم. یعنی دین رو ایشون اینطوری برای من تفسیر کرد با چهار کلمه، درست مثل گفتار زرتشت که میگفت همیشه حرفای خوب بزنید و کسی رو اذیت نکنید، به مردم تجاوز نکنید و غیره و غیره و غیره، مال مردم دست نزنید، راستی، درستی، پندار نیک، غیره. این آقا هم البته دین رو به این صورت برای من توجیه کرد. این آقای عزیز که فرمودن که شما چرا حمایت میکنید از اسرائیل، گفتم در جوابشون اینو میگم: عزیز من، جان من، شما دوست داری که نوه خودت دستشو دست بده، پاشو دست بده، ضربه مغزی بخوره، خدا نکرده دوست داری که داماد خودت کشته بشه، بچه هاش بی پدر باشن، خدا نکرده دوست داری که خانم حاملت یا عروس حاملت بخواد بزاد و جایی برای زایمان نداشته باشه، وسط خیابون، وسط بیابون زایمان کنه؟ البته جوابش اینه که مطمئنم شما میگین نه. پس اگه چیزی رو که خودتون دوست ندارید، حالا هر چقدر که ما بگیم به اسرائیل حمله شده بوده، شروع حمله هم از طرف حماس به اسرائیل بوده، ولی باز این دفعه هم گفتم، قبلا هم 10 بار اینو من تکرار کردم،
اگر یه سری آدم بیشعور میان یه کاری رو انجام میدن به خاطر که روی دارو بودن، روی مواد مخدر بودن، روی کوک بودن یا غیره و یه کاری رو شروع کردن، اومدن 1200 نفرش کشتن، حالا شما باید 28000 نفر 30000 نفر بکشیم، مردم رو آواره بکنیم. نمیگم باید این کار میخوام بکنن، اونا دیگه دست خود شده، ولی نباید به آدم های غیر نظامی صدمه بزنن. ببینید صدمه زدن و مردم و ویلیون و سیلیون کردن از این ور به اون شهر نمیشه. ما خودمون با یه شب خونه خودمون نخوابیم بیچاره میکنیم، همه دنیا رو با هم میریزیم. یه دفعه غذا دیر میخوریم، من همه الان تشنم شده قبل از این برنامه واقعا نمیتونستم صحبت کنم. یکی از کارمندا گفتم تو رو خدا برام یه چای بیار، من بدون چای من نمیتونم صحبت کنم. حالا ببخشید، یه عده تو بیابون غذا ندارن. خب مثلا درست نیست که عزیز من غذا ندارن بخورن، خیابون و بیابون سرگردونن به خاطر اینکه یه سری آدم شد مورد 1200 نفر اسرائیل رو کشتن. همه اینا درسته، اشتباه و اشکال از طرف فلسطینیا بوده، از این گروه های بد بوده که اومدن تروریست کردن، کار تروریستی انجام دادن، همه اینا رو قبول دارن، همه دنیا هم میدونن که اشتباه اول از اونا بوده، ولی دولت اسرائیل باید سعی کنن که به غیر نظامی ها اصلا کاری نداشته باشن. میدونم سخته، همه اینا رو میدونم، همه اینا رو میدونم، منم میدونم، خیلی هم واردم، ولی نباید کسی کشته بشه، کسی نباید دستش رو از دست بده، پاش رو از دست نده. خب درست که نیست که بابا جان، یه حساب و کتابی هم وجود داره. اون قسمت رو دیگه من جواب اون آقای عزیز دادم، همینطور گفتم اگه خودشون دور از اینا خدای نکرده دوست دارن که کسی به فامیلشون این کارو بکنه، به بچه هاشون، دیگه حتما حق باهاشونه. بعد من از جناب ربا یه سوال دارم که امیدوارم که اگه شد به من جواب بدن. ببینید در دورهای قدیم که خداوند پیغمبر فرستادن دیگه، دلیلش این بود که میگفتن که بله مردم بت پرستی میکنن، مردم کارهای فاحشه انجام میدن، کاری که نباید انجام میدن، بت میپرستن، گوساله میپرستن، هلک و از این حرفا. درسته، بعد خداوند اومد که یه پیغمبر فرستاد، حالا کاری نداریم شروع از کدوم پیغمبر اومد، ولی شما نگاه کنید هر موردی که پیش آمد که خداوند دید که احتیاج هست که یه پیغمبری بیاد، یه پیغمبر اومد. به زمان خودمون به فارسی میگیم راست و چپ، یکی پیغمبر اومد که مردم رو به راه راست ببره. من سوالم از جناب ربا اینه که الان والا من که میبینم اگه قدیم این کارا رو میکردن که خیلی هم به کسی صدمه نمیخورد، یعنی کسی رو اون موقع انقدر نمیزدن بکشن و بیچاره بکنن و نمیدونم مردم تو بیابون و خیابون و همی جا، هیچ گونه، حتی تو آمریکا هیچ گونه تو وست طوری هستی هیچ گونه نمیدونن که مطمئن باشن که چه بلای سرشون میاد. در این همه جاهای دنیا راست چپ میبینین، اینو میکشن، اونو میکشن، زلزله میاد، اینطوری میشه، اونطوری میشه، چقدر کشته، چقدر از راشا میاد یوکراینه بدبخت میکشه، چقدر نمیدونم میزنن تو کرمان این آدم ها رو میکشن، چقدر اسرائیل زده این فلسطینی ها رو کشته که واقعا بیگناه بودن. من سوالم از جناب ربا این هستش که چرا الان خداوند یه پیغمبری نمیفرسته که این مردم رو به راه راست بیاره که اینقدر چیز اینقدر اذیت همدیگه رو نکنن، مثل برادر در کنار هم باشن، صلح و صفا به وجود بیاد. آخه خب کی ما میخوام، تا کی میخوام منتظر صاحب الزمان بشیم به قول مسلمان ها؟ یا به این کلمه هم یه کلمه هست خود منم یادم نیست که میگن اون میاد، یه آقایی هست که میاد و تمام دنیا رو درست میکنه، بهش میگن مثل که ماشیا، حالا یادم اومد، مثل که میگن ماشیا. ماشیا رو کی میفرسته؟
صاحب زمان را کی میفرسته؟ دیگه بابا از این بدتر، دیگه بابا اگه میبینی چیزهای من تو همه آمریکا میبینم که اصلا میبینم که اون موقع اگه مردم خانم ها حجاب نداشتن، فلان نداشتن، قدیم رو میگم، قدیم که به دنیا آمدن و کافر کفر میکردن و کارهای زنا میکردن، ولی منم اینجا بعضی چیزهایی که میبینم بدتر از اون هست. یعنی واقعا آدم روش نمیشه که اصلا بگه چه چیزهایی هست. من یه نمونه شو بهتون گفتم که یه خانم ایرانی بلند میشه، حالا به هر دلیل کنم، میره دبی، از دبی تشریف میبرن به آمریکا. در آمریکا یه دختر 24 ساله عزیز من شبا تو کاباره کار میکنه و شمارش هم میده به این و اون و ایرانی ها. من چون اون خواهی که به من گفت خودش ایرانی، با 200-300 دلار میگیره و کاری که نباید انجام بده که کاملا برخلاف شرع اسلام و کلیمی ها هستش انجام میده. پس وقتی که باید آقای ماشیه تشریف بیارن یا صاحب زمان، من میخوام اینم کیه. یعنی دیگه بیشتر از این ما چیزایی میبینیم که اینجا که اصلا درست نیست. اگه چرا باید مردم مثلا گرسنه بخوابن؟ چرا مردم باید دارو نداشته باشن؟ چرا باید آدم ها بر علیه آدم های دیگه کاری انجام بدن و جنگ ایجاد کنن، جنگ به وجود بیارن، افراد بیگناه بی خود کشته بشن؟ من فکر کنم که موقعش هستش که شاید باید یه ماشیه یا یک سال زمانی هم تشریف بیارن و این مردم رو به راه راست هدایت کنن. حالا جناب ربای هر وقت وقت کردن برای ما این جواب رو بدن. امروز میخواستم درباره یکی از درمان هایی که من خودم خیلی نتیجه دیدم و خودم هم دیروز حتی تزریق کردم به خودم که ما بهش میگیم استمسل. استمسل خیلی خواص خوب داره، ولی من تبلیغات نمیخوام بکنم که کسی به استمسل بزنه، فقط میگم که چی هستش و به چه درد میخوره. اولا برای بیماری دمنشیا خیلی، برای آلزایمر ما نتایج خیلی خوب داشتیم، برای دیابت خیلی نتایج خوب داشتیم، برای ناراحتی ریوی خیلی نتایج خوب داشتیم. و یکی از دوستان من که خیلی هم بهش احترام دارم، ایشون برادرشون که پولمونری فایبروسیس داشتن و متاسفانه در UCLA بودن، من شب رفتم دیدمشون دو سال پیش، اجازه ندادن که ما بهشون استمسل بزنیم. یعنی خانمش آمریکایی بود که اجازه نداد. این آقا با میلیون ها دلار ثروت، یه خانم آمریکاییش که اصلا نمیشد باش حرف بزنی، گفت نه نه بذار خود بمیره دیگه، حالا میخواد استمسل زنه برای چی؟ در شاید که در پولمونری فایبروسیس، اگه کسی صدای منه میشنوه در ایران، بهترین درمانه. شما درمان کنید ببینید چقدر کمک میکنه، خیلی خیلی کمک کنه. الان برادر ایشون که در آمریکا هستن، زنده هستن، تازگی تشخیص پولمونری فایبروسیس دارن، چون یه بیماری ارثی است که سلول های ریه کاملا فیبروتیک میشه، بافت پیوندی به وجود میاد و شخص نمیتونه نفس بکشه، باید بره رو رسپیریتور. البته UCLA درمانای خودشو داره و این آقا اون درمان ها رو هم میخواد انجام بده که من گفتم هیز آب توی حالا هر دو تاشو میخواد انجام بدی، ولی حتما از استمسل استفاده بکنید. دیگه از مواردی که استمسل واقعا کمک میکنه، مکولار دیجنریشن هست توی چشم، که بازم من روی مامان و بابام که قشنگ تجربهش دارم، روی چندین بیمارم که دادیم خدا رو شکر اونها هم نتیجه گرفتن. البته میدونین که پومه کسایی که تای چشمشون مکرول دیجنریشن دارن یا دیابتیک پریفرانوراپاتی دارن یا دیابتیک رتیناپاتی دارن، اینها هم به استمسل جواب میدن. این هم یه مورد مصرف دیگه شد. دیروز ما یه مریضی داشتیم که من بهش ریکامند کرده بودم که اومدن در کلینیک ما و برای MS Multiple Sclerosis. خیلی خیلی موثر نیست، ولی میتونم بگم به خاطر اینکه فقط 3% استمسل وارد برین میشه، با همون 3% میتونیم نتایج خوب بگیریم. یعنی حداقل یه مقداری میتونیم کمک بگیریم.
چون میدونیم برای مالتیپل اسکلروز درمان به خصوصی که از الان همش صحبت ساید افکت و عوارض جانبیه. مثلا یه دوایی هست به اسم تیزابری که این میتونه ایجاد کانسر بکنه، یه دوای دیگه هستش که ابتدای کانسر لیمفوما، یه دوای دیگه هستش که بهش میگن آکراویوس، اون هم دوای خوبی هست. البته رو چند تا بیمار که اینجا انجام داده بودن یکیش هم واقعا بیچاره اصلا نتیجه نگرفت. یه خانم دکتر دندان پزشک فارماسیست که اونم 6 7 بار زد شیم از اوکی، شاید هم سر طبیعیه این دارو رو هم نمیزد، سر طبیعی بیماریش همین بود که الان هست که من البته بهش گفتم فعلا اصلا نه اینو بزن نه استمسه به خاطر سن پایین، گفتم فعلا شما میتونید با های دوز SCTH یا پردنیزون یا متیل پردنیزون میتونیم از اونا بدادیم که البته هنوز ما صداشو نکردیم که انجام بدن. چیز استیبل، یعنی واقعا مریضیش استیبل هست، یه کمی سرگیجه داره، یه ذره دبل ویژن داره، ویکنس خیلی خفیف داره. این خانم فارماسیستمونم که ما بهش گفتیم فعلا کاری نکن تا اگه بدتر شدی برات انجام میدیم، بهترین کار اینه که شما روی رژیم غذایی باشی، آفتاب رو فراموش نکنه، ویتامین دی هم فراموش نکنه. خیلی دوای خوبی برای افراد MSC اینه که از این ویتامین ها از بی کامپلکس گرفته تا ویتامین دی های دوز که البته باعث های تاکسیسیتی نشه، اون رو استفاده بکنن، خیلی کمک میکنه. تا دواهای دیگه هم که داریم اگه لازم شد اونا رو ما بهشون مطمئنن ریکامند میکنیم. دیگه از مواردی که من داشتم و استم سل کمک کرده، یک بیماری هست به اسم شارکوت ماری توت. شارکوت ماری توت یه پریفران راپتی ارسی هستش و من اتفاقا یکی از تکنیشن هایی که امروز اومد ماشین امارای خراب بود درست بکنن، ایشون ناراحتی رو دارن، گفتم بابا جان اسمشو نمیگم ولی حالا میگم حسن آقا فرض کن، حسن آقا شما باید استم سل بزنی. بعد صحبت پولش شده که پول دارم ندارم کمه، گفتم اصلا پولش نگران نباش، ولی اگه شما اینجوری که داری میری الان که داری مثل آدم های فرج میری راه میری، یعنی باید دستشو بگیره به یه جرابه شو، با این که خیلی خیلی باهوشه، اینه که اگه سلامتی تو میخوای باید به فکرش باشی، هی میگی فردا 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 نمیشه. من دو تا تکنیشن دارم برام، یکشم برای تلفن ایناس کار میکنه برام، اونم تفرک شارکوت ماری توت داره. متاسفانه بیماری شارکوت ماری توت یه بیماری ارثی هست، این پدرشون هم داشته. اینه که خیلی اینجا من یه نکته رو توجه میکنم عزیزان من، اگه میخواین ازدواج کنیم باید ببینین که طرف مقابلتون بیماری مهمی نداشته باشه، با دید باز اگه دلتون خواست ازدواج کنین، اگر نه سعی کنین اگه کسی خب دچار ناراحتی ارثی هست مطمئن باشین که در شما خانواده شما نباشه، چون بچه هاتون هم اگه هر دو طرف مشکل داشته باشید اونا هم دچار همون بیماری ارثی میشن. پس خیلی مهم هستش که چک بکنید که کی چه مریضی رو داره، کسی که ازش میرین خواستگاری چی ناراحتی داره. حالا من اتفاقا یاد یه مورد دیگه افتادم، زم چون من خیلی به من تلفن میکنن میپرسن، خانمی اومد گریه و زاری که دخترم میخواد با یه پسری ازدواج بکنه که دچار بیماری کران دیزیز هست. خودش هم این کلمه رو گفت، یک متر رودش هم برداشتن که البته این حرف درست نیست، معمولا یه چیزی بوده 25 سانتی متر از روده رو برمیدن. گفتیم حالا خب این کران دیزیز داره، حالش خوبه الان؟ بد نیست، این کاکایی زیاد باید دستشویی بره و باید آمپوله مخصوص بزنه. گفتم حالا این قسمت خب هیچ. گفتم دیگه چه ناراحتی داره؟ گفت دیابت هم داره. گفتم خب چه نوع دیابتی داره؟ ایشون انسولین باید بزنه. گفتم والا من چی بگم، الان 36 سالش خب سالمه، همینطوری که بریم جلو ایشون بعدن دیابتیک پریفرنوراپاتی میگیره، چشماشش کار پیدا میکنه، گوشش کار پیدا میکنه،
قلبش هیچ کار پیدا میکنه، فشار خون میگیره، کلونری آرتری دیزیز میگیره. نمیگم ازدواج نکنه، ولی خب دختر شما اگه چویسی داره، خب چویسی دیگه چی برداره؟ یعنی چویس یعنی انتخاب های دیگه هست، اول اونها رو برداره. و اگر نه چه عجله‌ای داره که با یک کسی ازدواج میکنه که این بعدن باید دائم ببریش دکتر و بیاریش و اینا، در سنین پیری مشکل ایجاد میشه. ولی خب کسایی که این مریضی ها رو دارن که برخواه باید ازدواج بکنه، اونتا باید چویس خودشون انتخاب کنن. و خیلی خوب بوده که این آقا مریضی هاشو گفته. ببخشید دختر خانم که خیلی از این آقا خوشش میاد، میگه ببین من اگه با یکی دیگه میرفتم بیرون ممکن بود این ناراحتی ها رو نگه. این آره خودش اومده آنستی گفته، این خب درسته که اومده مشکل خودش گفته، ولی از طرفی قربون شما اگر مشکل خودشو نمی گفت بعدن دوچار مشکلات می شد. ده ها مریض رو من با من اومدن تلفن کردن که آقا ما با این خانم ازدواج کردیم، ایشون بیماری قش داشته به من نگفت. من اومدم با این آقا ازدواج کردم، ایشون بیماری قش داشته نه. من با این خانم ازدواج کردم، ایشون اسکیزوفرنیک بوده به من نگفت. من با اون آقا ازدواج کردم، ایشون دوچاره بهش میگن چی؟ ایمپوتنس بوده نگفت. ایمپوتنس یعنی خب نمیتونسته که وظایف سکسیشو به خوبی انجام بده. یه نوع مورد چی داشتیم که ایشون خیلی خیلی ناراحت بود به دلیلی که میگه که ما ازدواج کردیم مثلا 2 سال بچه دار نشدیم، وقتی که چک کردیم فهمیدیم که ایشون در جوانی بیزش رو خورده، موقعی مسکش توی دریا بوده شنا میکرده خورده به بیزش و بیزش از کار افتاده. خب ببینید اینا خب وقتی نمیتونه بچه دار بشه باید برن کجا؟ باید برن نطفه مصنوعی میگیم مصنوعی بذارن و بکارن توی رحم خانمشون. یعنی بچه مال خانم هست ولی پدره از بیزه خودش نطفه درست نمی کنه، باید از نطفه کسی دیگه استفاده بشه و اون خانم حامله بشه. ببینید که چقدر مشکلات ایجاد میشه. تو رو خدا ببینید اگر روز اول این خانم میگه آقا من این ناراحتی رو دارم، آقا میگه من این ناراحتی رو دارم، بهتر. چون من یه خانمی میشناسم که البته یه آقای رو میشناسم که با این خانم رفته بیرون، این خانمی که میخواد بره 10-20 بار تا رفته، میگه من اصلا ازدواج نمیخوام بکنم، بچه دارم نمیخوام بشم، فقط میخوام که یه بویفرند داشته باشم. خب از اول راستش میگه، وقتی نمیخواد بچه دار بشه پس باید با کسی ازدواج بکنه که نطفه نداره، نه با کسی که نطفه داره و میخواد بچه دار بشه، آرزوش اینه که یه بچه داشته باشه. پس ببینیم برای هر کسی یه چویسی وجود داره و برای اینکه اون چویس خودش انتخاب کنه همه باید راستشو بگن. اگه بیماری مریضی دارن باید حتما به طرف مقابل بگن موقع ازدواج، وگرنه بعدا مشکل ایجاد میشه. این چیزی که رو تجربه من هست و من بیماری که برام میاد بیشتر مربوط به نورولوژی هستن یا بیماری مغز و اعصاب، میبینم که این مشکلات رو دارم. یه مورد دیگه ای که اتفاقا جالب بود من خواستم بگم، چون اول برنامه یادم رفت بگم، من واقعا تبریک میگم به برنامه های تلویزیون آقای شبخیز و همچنین 670، واقعا برنامه هاشون چقدر قشنگ و چقدر خوب. از برنامه عصر امروز من نمیخوام که تعریف بکنم، چون خودم هم اینجا اینترست دارم توشون، یعنی اینترست مالی نه، چون سخنرانی میکنم. یه برنامه رو دیدم که خیلی واقعا ناراحت شدم، تقریبا داشت خودم هم گیرم. روز قبلی که میخواستن این پسر بند خدا رو اعدام کنن، عکس مامانه رو نشون داد که چقدر گریه کرد و زاری کرد و تو رو خدا این بچه رو ببخشید. واقعا این دل همه رو ناراحت میکنه. من که واقعا ناراحت شدم. من کاری ندارم که اون پسری که اعدامش کردن آیا کار بدی درست انجام داده بود، من که خبر ندارم.
ولی ببینید همیشه ما اعدام رو محکوم میکنیم، یعنی من خودم و برنامه ما اعدام رو محکوم میکنیم، به هیچ وجه کسی جون کسی رو نمیتونه بگیره. بعد اونه که کردن هیچی، مثل که دیروزم باز رادیو میگفت که چهار نفر دیگر هم بازم اعدام کرد. آقا اصلا اینا مال هر بلایی بند آوردن، هر کاری کردن، نمیگم من که خبر ندارم، ولی ما حق نداریم انسان ها جون یکی دیگر رو بگیریم. خداوند جون رو به ما داده، هر وقت هم خودش خواست میگیره. افرادی که کار اشتباه میکنن باید برن توی زندان، تازه زجرشون هم نباید بدن، اونجا بمونن تا موقعی که اینا باشون صحبت بکنن، ببینن که علت چی بوده. تازه اگه واقعا به علیه کشور ما هم دارن این کار میکنن، باید با زبان خوش باشه. ما نمیتونیم که کسی رو بکشیم، یعنی من تو مسلک من این کار اشتباه، همیشه هم گفتم کشتن و اعدام اشتباهه، بجز این که یه سری دشمن برای کشور خودمون به وجود بیاد که بزنن به طریق مختلف ایجاد اشکال رو در این برای کسایی که کشورمون رو دارن هدایت میکنن و رهبری میکنن، این مقدار زیادی برای خودشون دشمن ایجاد میکنن که این درست نیست. هر کسی کار اشتباه میکنه باید تو زندان باشه، همین درستان بچه هم باید بری سایکوتراپی که چرا کرده، برای چی کرده. کشتن اصلا درست نیستش. این خیلی خیلی برای من مهم بود که بگم، همچون برنامه شرط رادیو 670 که چقدر اینها برنامهشون چقدر قشنگه، چقدر آموزنده هستش. و البته بعضی موقع صحبت هایی میکنن که ممکنه برخلاف کارهای رژیم اسلامی باشه، جمهوری اسلامی باشه، ولی خب هر کسی تو آمریکا عقیدهشی داره و عقیدهشو ابراز میکنه، کسی هم نباید ناراحت بشه. اگه ما اشتباه میکنیم حرفی که میزنیم عقیده خودمونه، جمهوری اسلامی هم اگر عقیده داره، من همیشه گفتم هر کس در ایران هست باید احترام بذاره برای قوانینی که تو کشورمون هست. چرا قرمز نباید رد بشه؟ اگه شد ممکنه ایجاد گرفتاری بشه و ممکنه تیکت بگیره. پس بهتره که قوانین هر کشور اجرا بشه. هر کس هم دلش نمیخواد تو آمریکا به قوانین اجرا مثلا میگم نمیخواد رعایت کنه، باید بری کشور دیگه، اشکالی نداره، خودم میره جای دیگه. اینطوریه. من میدونم که وقتم داره تموم میشه، خیلی ممنون از وقت که به من دادن. دلم میخواد که جناب رباعی حتما در مورد این که چرا صاحب زمان نمیاد الان کمک کنه و یا ماشیه به زبان فارسی عبری برای من حتما این توضیح بدن. مرسی، ممنون از وقتی که به من دادین. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشین، به خصوص مسئله استمسر که من مطرح کردم و درمان استمسر. متشکر، فعلا خلاص شما. Thank you.
که با همین مثل دو تو کفی در تو هوا به خدا واسه هم پر میزنی. من که این روز به چشت خیلی عزیزم مثل عشق از چش تو فردا نریزم. من که این روز به چشت خیلی عزیزم مثل عشق از چش تو فردا نریزم. عزیزم دوری نمیخوام تو رو اینجوری نمیخوام. به خدا دوست دارم به خدا دوست دارم به خدا دوست دارم. با درود و سپاس فراوان به شما بینندگان ارجمند، خیلی متشکرم از استقبال فراوانی که از برنامه‌های فدراسیون آلبرت اینشتین شده است. امروز 2 فوریه 2024 در خدمت شما هستیم. شما تلفن ما هست 310-927-0526 310-927-0526. در اینجا تشکر میکنم از خانم پوری هوشیارنژاد، آقای همایون هوشیارنژاد و همچنین از اتاق فرمان خانم مریم. سخنرانی بسیار زیبای جناب دکتر موسی هیکلی را شنیدیم که ایشون مدیریت جهان پزشکی دارن و همیشه بسیار زیبا صحبت میکنن. سوالایی هست که جواب خواهم داد بعد از اینکه این شعری که از حافظ میخونیم که یه مقدار گرم بشیم و جواب سوالات را با تمام وجود خواهم داد. حافظ شیرین سخن میفرماید: بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم، نسیم عطرگردان را شکر در مجمر اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. امیدوارم همیشه سلامتی، شادی و همچنین برکت در منزل همه شما عزیزان باشه و صلح و صفا در جهان. جناب دکتر دهود ماشیخ اشاره ای کردن که آماده جواب هستم. البته همه ما میدونیم که حضرت موسی مشربنو که کلام به کلام با خداوند صحبت میکرد. قبل از اینکه حضرت موسی به دنیا بیاد و این انقلاب بزرگ و قشنگی را راه بندازه و تمام بنی اسرائیل را از اون آوارگی و ناراحتی و بردگی نجات بده، خداوند با حضرت ابراهیم حدود 430 سال قبلش به حضرت ابراهیم گفته بود که ملت بنی اسرائیل برده خواهند شد و بعد ناجی میفرستم که چکار کنه بنی اسرائیل را نجات بده. و وقتی که حضرت اسحاق را به دنیا اومد، حضرت اسحاق که به دنیا اومد 400 سال قبل از همین واقعه بود و اینجا بود که خداوند قول داده بود که همچی کاری را خواهد کرد و ناجی خواهد فرستاد. و زمانی که مردم بنی اسرائیل در مصر گرفتار شدند و شروع کردند از اینا
به اصطلاح اذیتشون میکردن کلیمیارا، بنی اسرائیل اذیت میکردن، شلاق میزدن، زورکی از اینا درخواست های کار میکردن، بردگی میکردن برای مصر، همه فریاد میزدن به درگاه خداوند که این ناجی کجاست؟ ولی از ناجی هیچ خبری در اون زمان نبود و همه واقعا ناراحت بودن، گریه میکردن، فریاد میکشیدن، تا اینکه خداوند دستور داد روزی که باید حضرت موسی به دنیا بیاد به دنیا اومد. موسی به دنیا اومد و از ترس اینکه نکشنش، چون تمام پسرانی که به دنیا می اومدن فرعون دستور داده بود که بندازن توی دریا و اونها را بکشن، زنده نگذارن، ولی مادرش تصمیم گرفت که اون را در یک سبدی گذاشت و در رودخانه نیل انداخت و دست خدا سپرد که خوشبختانه دختر فرعون، خواهر فرعون ببخشید، خواهر فرعون بچه نداشت و این بچه را بزرگ کرد و نام موسی را حتی اون روش گذاشت. و حضرت موسی کسی بود که در دامن فرعون بزرگ شد و فرعون دنبال این دشمن میگشت که همون دشمن حضرت موسی که از طرف خدا اومده بود، البته توی دامن خودش در قصر خودش با بهترین موقعیت ها و چقدر هم دوست داشت حضرت موسی را، ولی نمیدونست که این شخص که و اومده که تاج و تخت این را از ببره. و خب حضرت موسی را بزرگ کرد و حضرت موسی هم بعد که فهمید که کلیمی ها را دارن زجر میدن و اذیت میکنن و زورگویی به اونها میگن، برای دفاع از یهودی ها اومد و با خداوند، که خداوند با اون صحبت کرد و شد پیغمبر و شد ناجی بزرگ ملت یهود و دنیا. حتی امروز دنیا معجزات حضرت موسی را قبول دارن و همه حضرت موسی را واقعا از ته قلب قبول دارن، تمام ادیان. و ما حالا در جواب ماشیخ که باید بیاد، همینطوری که 400 سال صبر کردیم و مخصوصا در مصر، خب 210 سال یهودی ها در مصر بودن، این همه صبر کردن تا حضرت موسی بیاد و اونها را نجات داد، آمد و نجات داد، و حالا ما هم منتظر هستیم بنا به گفته تورات مقدس که ماشیخ ناجی خداوند خواهد اومد و هر آنی ممکنه این شخص، این پیامبر پیداش بشه برای نجات نه فقط ملت اسرائیل، برای نجات تمام مردم دنیا. به خاطر اینکه وقتی که ماشیخ واقعی بیاد، یعنی در دنیا صلح، صفا، دوستی، برادری و برابری بر خواهد اومد، یعنی به وجود خواهد اومد، یعنی باعث میشه این ماشیخ که تمام دنیا با هم صلح کنن و دیگر از جنگ و خونریزی و اذیت و مردم آزاری انشاءالله دست خواهند کشید. پس مطمئن باشید که 100% ماشیخ که ناجی الهی هستش خواهد اومد و همه ما اون را خواهیم دید انشاءالله، در زمان ما باید بیاد. و باور کنید که هر آنی ممکنه ایشون ظهور کنه و همه ما را از این ناراحتی ها نجات بده، مخصوصا که در اسرائیل، در یک کشور مقدس، این همه جنگ، این همه ناراحتی ها هست، در اوکراین، در روسیه، در غزه، فلسطینی ها، همه اینا به هر حال حتما ماشیخ پیدا خواهد شد و خواهد اومد و ظهور خواهد کرد به زودی. مطمئن باشیم که این حقیقت داره و ماشیخ ظهور خواهد نمود به زودی انشالله. لوباویچ ربه که سلطان ربانیم بود، روح شاد باشه، همیشه میگفت که هر آنی ما باید منتظر ماشیخ باشیم، یعنی این همه عقیده داشت که ماشیخ 100% میاد. در تمام سخنرانیاش اعلام میکرد، من محصل یشیواشون بودم، به اصطلاح کالج مذهبیشون میرفتم
وقتی پای سخنرانی ایشون میرفتیم مینشستیم و حداقل بالای 1000 نفر 2000 نفر میمدن سخنرانی ایشون رو هر هفته گوش میدادن، ایشون همیشه در سخنرانیش اعلام میکرد که ماشیخ به زودی میاد و ما منتظریم که ماشیخ هر آنی ظهور کنه و بیاد و همه را انشالله نجات خواهد داد. و اینجا شما را به یک ترانه عبری دعوت میکنم، لطفاً با ما باشید، در خدمت شما هستیم.
تلفن هایی که شما عزیزان به من میزنید و ما خب بعد از اینکه این بیماری کرونا متاسفانه اومد، ما دیگه برنامه‌های جوانان را ترسیدیم و قطع کردیم. ولی خبر شادی که برای شما دارم، محلی هستش در پیکو و دوهینی که ما قرار یه سمیناری برای جوانان یهود تشکیل بدیم و این سمینار بسیار آموزنده خواهد بود و جوانانی که ازدواج نکردن به خصوص و راهش هم بلد نیستن، یک ربای بسیار مهم تحصیل کرده مدرن، تصمیم گرفتیم با هم دیگه که بتونیم این سمینار را بگذاریم که ایشون بتونه به جوانان ما، به فرزندان ما یاد بده که چیکار کنن برای ازدواج. البته این محیط مذهبی هستش، ولی ما هدفمون این نیست که مردم را بیاریم خیلی مذهبی بشن. اونایی که میخوان خیلی خیلی مذهبی بشن، اونا راهشون جای دیگه است. ولی اشخاصی که چه مذهبی چه غیر مذهبی یهودی هستن، ما برایشون برنامه میذاریم که بیان و یاد بگیرن چگونه ازدواج کنن، که بسیار سمینار مهم میخواهد بود. خواستم اینجا اعلام کنم که آمادگی داشته باشیم که به زودی حتما تاریخش ساعتش معین خواهد شد و این ربای بزرگ هم اسمش را خواهیم داد در اون زمان. ایشون دیشب ما با هم تصمیم گرفتیم که این برنامه را 100% پیاده خواهیم کرد و هدفمون فقط و فقط ازدواج جوانان یهود هستش. نه هدفمون اینه که بخوایم اینا را ربایی بکنیم یا مذهبی خیلی بیش از حد یا غیر مذهبی. ما دوست داریم هر کی جوش بیاد در هر لولی مذهب که هستش. بعضی هستن شاید خیلی ارتودکسن، بعضی ها کانسرواتیون، بعضی ها ریفورمن، ولی مهم اینجاست که جویش هستن، یهودی هستن و ما هم هدفمون اینه که به یهودی ها کمک کنیم که جوانان یهودی با هم آشنا بشن و انشالله ازدواج ها بیشتر و بیشتر بشه. و در ضمن کلاس هایی ما داریم برای یاد گرفتن تلمود، تورا، تفیلا و همچنین زبان عبری در همونجا در دوهینی و پیکو، و ما به زودی اون هم اعلام خواهیم کرد. و هر کی که دوست داره که بیاد در این کلاس ها شرکت کنه و همچنین تاریخ یهود هم هست، کلاس های تاریخ یهود، میتونید با شما تلفون 310-927-0526 با ما تماس بگیرید و اپلیکیشن پر کنید و دوست داری تشویق در این کلاس ها شرکت کنید که ما بسیار خوشحال میشیم و هدف ما خدمت به جامعه هستش. در اینجا بازم شما را به یک ترانه عبری دعوت میکنم، لطفا با ما باشید. יגדל אלוקים חי. در اینجا
با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. امیدوارم همیشه سلامت، خوشحال و پربرکت باشید. هدف ما خدمت به جامعه است و اشخاصی که مردم را اذیت میکنن بدونن که چوبشا خواهند خورد. هیچ وقت بی خودی مردم را اذیت نکنیم، بی خودی از کسی بهانه نگیریم، از خدا بترسیم و سعی کنیم با مردم مهربان باشیم. اگرم خطایی از دیگران میبینیم با زبان خوش خصوصی میتونیم بنشینیم با هم صحبت کنیم و همدیگر را حتما در خواهید یابید. در اینجا از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شبات بسیار خوبی برای شما آرزو میکنم. انشالله ویکند بسیار خوبی برای همه شما باشه و همیشه صلح و صفا و دوستی در میان جامعه و مردم برقرار باشه. با ادامه این ترانه زیبا با شما خداحافظی. Oh, my God.